تاوان سرکشی از غنی. گزارش ها از بهسود مدعی است که نیروهای امنیتی مردم را به گروگان گرفتند و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و مورد شکنجه، اعتراف های اجباری و پرونده سازی قرار دادند. ما هنوز به قطع نمی دانیم این گزارش ها چقدر حقیقت دارد، زیرا فضا مکدر است و درک حقیقت و شایعه دشوار شده است. این امکان وجود دارد که صرفاً تبلیغاتی باشد در راستای تحت فشار قرار دادن نیروهای امنیتی مستقر در حصه اول بهسود. برعکس آن نیز محتمل است. بعید نیست که چنین رفتار شرم‌آوری صورت گرفته باشد. اگر این گزارش ها حقیقت داشته باشد، یک فاجعه برای وجاهت و مشروعیت نیروهای امنیتی است. با گروگان گرفتن مردم، سپر انسانی ساختن از آنها، شکنجه و اعترافگیری اجباری، رفتار گروه‌های تبهکار، شبکه‌های تروریستی، باندهای مافیایی و قاچاقچیان و مصادیق آن، جنایت علیه بشریت است. اگر این گزارش‌ها واقعیت داشته باشد، نیروهای امنیتی افغانستان که بیش از هر زمانی در شرایط کنونی با خوشنامی، وجاهت، مشروعیت و حمایت مردمی ضرورت دارد، با گروه‌های مافیایی و تروریستی و باندهای تبهکاری همتراز شده است. هر کسی که در سلسله مراتب نظامی از وزیر تا فرمانده یک تلی عامل چنین برخوردی شده باشد، باید مجازات شود. پیگرد قضایی و اعمال مجازات نه تنها از نظر رسیدگی به عوامل جنایت علیه بشریت الزام آور است، که یک ضرورت تاکتیکی نیز هست. وجاهت و مشروعیت نیروهای امنیتی افغانستان باید هر چقدر که ممکن است فربهتر شود. چنین اتفاقی اگر حقیقت داشته باشد، مشروعیت نیروهای امنیتی ملی را حتی از طالب کمتر می کند. با مردم رفتار تروریستی و مافیایی شده و منبع مشروعیت بخشی نیز مردمند. تحقیق از ماجرا و یافتن صحت و چند و چون ادعای برخورد مافیایی و تروریستی نیروهای امنیتی با مردم بهسود باید به عنوان مطالبه مهم و ضروری مردمی و سیاسی از طرف مردم و جناح‌های سیاسی مطرح شود. تحقیقات باید همه‌جانبه، بی‌طرفانه، مستند و معطوف به دریافت حقیقت، شناسایی خاطیان و پیگرد قضایی آن باشد. از چهار سو رب دادن فاطمیون به علیپور در بهسود شنیده می‌شود. خبرنگاران، تحلیلگران، فعالان سیاسی و اجتماعی و در مجموع کاربران در شبکه‌های اجتماعی سعی می‌کنند این دو وصله ناجور را به هم بچسبانند. از قضا علیپور دست کم تاکنون در طرف مقابل عملیاتی شدن گروه فاطمیون در هزارستان و مشخصاً حوالی بهسود و دایمیرداد و ناهور قرار دارد. جدا از سیاه‌نمایی حکومت، علیپور مخل نظم عمومی و تهدیدی برای امنیت ملی نیست. هیچ مدرک و مستنداتی که غیر این را ثابت کند وجود ندارد. او یک فرمانده محلی و مردمی است که سعی کرده از ساکنان بهسود در برابر هجوم کوچی ها و آبران و مسافران هزاره در برابر گروگانگیری طالبان حفاظت کند. زیرا حکومت در 20 سال گذشته در بهسود و دره میدان به مسئولیتش عمل نکرده است. با این حال وجود علیپور و نیروهای مسلحش در بهسود انتخاب نیست، ناچاری است. مجبوری که حکومت در 20 سال گذشته بر مردم آن تحمیل کرده است. وقتی علیپور نه مخل نظم است و نه تهدیدی برای امنیت ملی، پس چرا هدف حکومت است؟ دلیل تلاش‌های مکرر حکومت رئیس جمهور غنی برای دستگیری، سرکوب، تهدید و بدنامسازی علیپور کوتاه و آشکار است. علیپور تابع غنی نیست. غنی در 6 سال گذشته موفق شد فرماندهان محلی که هیچ، حتی نام‌آورترین رهبران را بسته به مواقع حساس سیاسی تابع و پیرو خود کند. از جنرالان شمال تا شیوخ و رهبران جهادی و سیاسی و هزاره، از مشران حوزه قندهار تا مشرقی در دوره‌های مختلف غنی سرخم کردند. علیپور اما تا کنون دم به تله نداده است. او در انتخابات ریاست جمهوری سال پار تا مرز تهدید علنی غنی را جسارت کرد و گفت نمی‌گذارد غنی از بهسود یک رأی بگیرد، ادعایی که در عملی کردن آن تا حدودی موفق شد و سهم غنی از رأی بهسود حدود 3% بود.
غنی از خیره‌سری و چموشی علیپور عصبانی است. برای سرقومندان اعلا تحقیر آمیز است که یک فرمانده محلی در برابرش تمکین نکند. او اگر تمکین کند، نه تنها عنوانش برای حکومت از مسلح غیر مسئول به مدافع و حامی نظام تغییر می کند، که سریعا تجهیز و تمویل نیز خواهد شد. واقع این است که روایت علیپور مذهبی نیست، محلی و قومی است. او نه پروای حرم زینب و اسکران در دمشق و سامرا را دارد و نه دلبسته هلال شیعی در خاورمیانه است. جنگ علیپور در برابر هجوم کوچی و گروگانگیری و سربریدن طالب برای حفاظت از بختاور و شیرینگل و میرزا قاسم است. زینب و رقیه و حسین برای علیپور در افغانستان، گلفروز، نیکبخت و جانعلی است. اگر تنها به دلیل شیعه بودن علیپور را وابسته ایران و دلبسته فاطمیون قلمداد کنیم، همانقدر احمقانه است که کرزی و غنی و عبدالله و دیگران را به دلیل سنی بودن وابسته عربستان و امارات و القاعده بخوانیم. فاطمیون در افغانستان وجود دارد و ممکن است در صورت ضرورت و فرارسیدن روز مبادا بیشتر سرازیر شده و عملیاتی شود. اما عملیاتی کردن و بسیج این نیروها نه توسط علیپور که توسط شخص رئیس جمهور و کادرهای امنیتیش و واسطه مهره‌های محلی و شیعی متحدش کلید خواهد خورد. عملیاتی شدن فاطمیون در افغانستان علیه طالبان حسابی است که توسط غنی باز شده، نه علیپور و امثال او. هماهنگی و محاسبات و توافقات اولیه در خصوص امکان استفاده از نیرو در افغانستان در صورت شدت گرفتن جنگ توسط ارگ و وزارت خارجه و شورای امنیت با ایرانی ها صورت گرفته، نه چهار نیروی مسلح بومی در بهسود. ساده لوحانه است. اگر تصور کنیم چهار تا نیروی بومی ناآگاه و چیدمان سیاسی و نظامی کشور و کل منطقه در بهسود طرف این معامله و چیدمان سیاسی و نظامی منطقه‌ای باشند، یا ایرانی‌ها اینقدر ناشیانه رفتار کنند که به جای توافق و هماهنگی با ارگان‌های با صلاحیت سکتور امنیتی و دیپلماسی دولت افغانستان و سراغ مهره‌های بومی و محلی گمنامی چون علیپور بروند. ایرانی‌ها در سوریه و عراق پروژه‌های امنیتی و نظامیشان را از مجاری رسمی و دولتی مطرح و اجرا کردند. اگر فاطمیون در افغانستان عملیاتی شد، خواهیم دید که مبتکر و مبلغ و مجری آن غنی و نهادهای امنیتی حکومتش است، یا آش نخورده و دهان سوخته‌ای چون علیپور. سخن این است که اشرف غنی در ماجرای ضرورت احتمالی عملیاتی کردن فاطمیون توسط حکومت و همکاران سیاسی امنیتی هزاره و شیعهش در هزارستان و به خواست حوالی بهسود، ناهور و دایمیرداد با فرمانده چموش و خیرسری مواجه است که نه در این طرح مشارکت می کند و نه ساحه را برای اجرایی و عملیاتی شدن آن خالی خواهد کرد. علیپور برای عملیاتی شدن طرحها و چیدمانهای نظامی جدید و احتمالی در هزارستان یک مانع است. او یا باید تابع شود یا حذف. علیپور تا کنون با فشارها برای زیر قمانده شدن رئیس جمهور تن نداده است. گزینه دوم حذف و سرکوب است، چیزی که جریان دارد. پیوسته ثابت شده است که روابط، مناسبات و منافع با ایرانی ها توسط رهبران و بزرگان امانتی شده است، اما مهر وابستگی و ارتباط و جاسوسی برای ایران بر پیشانی پرچین و چروک و خاک آلوده افراد بی‌بضاعت و قریب هزاره ها کوبیده شده است. عصر فرافکنی های چایخانه‌ای و عوام‌گرایانه باید به پایان رسیده باشد. این سخنها ممکن است برای اشخاصی عوامگرایانه و خالی کردن عقده‌ها و کینه‌های قومی باشد، اما باید به موضوع بهسود از دید سیاسی نگاه کرد که حکومت از این گونه افراد چه می‌خواهد و چرا می‌خواهد از سر راه برداشته شود.